مرسی از اینکه برنامه ما رو دنبال میکنید و خوشحال هستیم که اینقدر این برنامه مورد توجه همه قرار گرفته. برای اونهایی که شاید اطلاع ندارن، بعد بگیم که این دومین فصل خودش رو امشب پشت سر میذاره این برنامه. این 26مین برنامه تب پنجشنبه شب هست که با شما دوستان داریم اجراش میکنیم و در این قسمت از برنامه گفتگویی داریم با یکی از عزیزانی که جزو نام‌های شناخته شده، سرشناس، دوست داشتنی و مطرح شهر ماست. نه فقط برای ما، برای همه ایرانی‌ها در سراسر دنیا. یک نویسنده، یک پژوهشگر، یکی از چهره‌هایی که نام زنان ایرانی رو در خارج از کشور و همینطور در داخل کشور سربلند نگه داشته و نماینده بسیار نازنین و ایدئالی برای زنان کشورمون. خانم ها آقایان، خانم هما سرشار. Hello. خوب هستید؟ در حد ممکن و مقدور، بله. بسیار عالی. خودش خیلی خوبه. خیلی. چون نفسی فرو می‌رود، مبدأ حیات است. بله. اما فضا هزات. بله. بسیار عالی. خوشحال هستم که امشب مهمان برنامه ما هستید. چه خبر خانم؟ ممنون از دعوتتون. مرسی. خوبای عزیز. چه خبر، چه احوال؟ والا خبر خیلی خوب و شادی آوری ندارم دیگه. شما اول برنامه تا حالا که همش آهنگ های شاد و خوب زدید، ما اگه خبر بد بدیم افت میکنه برنامه. چرا؟ مگه خبر بد هم وجود داره دیگه الان؟ والا الان خبر خوبی هیچ جا نیست، هیچ جای دنیا نیست. نه. بسیار عالی. ولی خب به هر صورت یه خبرای خوب هستش، به خاطر اینکه شما که یه بخش، آیا این قسمت فمینیست رو خود شما گذاشتید روی شناسنامه هما سرشار، یا اینکه نه کسی خاصی نوشته؟ والا مثلا وقتی بری گوگل میکنی هما سرشارو، نوشته پژوهشگر، نویسنده، همینا، بعد نوشته فمینیست. خب هر انسانی که به والا مقام بودن پایگاه زن معتقد باشه و باور داشته باشه، به نظر من یه فمینیسته. البته همه ایسم‌های بار خوب داره فمینیست بودن یا نه. داشتم اینو میگفتم، همه چیز خوب و بدشو داره. همه تندروی اگه توش بشه، اگه که بیش از حد در موردش تعصب نشون بدن، اگه برن در طیف خیلی دست راستش یا خیلی دست چپش، حتما خوب نیست. همه چیز معتدلش خوبه. معتدلش خوبه. ولی خانمایی که فمینیست هستند، منظورم اینه که این بارش منفیه یا اینکه مثبته؟ از نظر من که مثبته. مثبته. آخه میگن فمینیستا از شوونیستا اصلا خوششون نمیاد که، هیچی اصلا با مردم شاید همچین زیاد رابطه خوشی ندارن. گاهی اوقات البته بعدم نیست آدم یکی مثلا شما که خیلی اذیت میکنید یه ذره گوششو بکشه. در واقع خب ما اتفاقاتی می‌بینیم در مثل کشور عربستان که اینقدر یه دفعه یه رهبر میاد، همه چیز بازتر میشه، دنیای عرب متزلزل میشه یا اینکه شوکه میشه. ما ایرانی هستیم، به نظر شما چه قدمی خوبه برای زنها و برای خانم‌های ایرانی؟ کجا این قدمو کی برداره و کجا برداره؟ تو داخل کشور، زنای داخل ایران خودشون خیلی بهتر میدونن که چگونه مبارزه کنن. اصلا احتیاجی هم ندارن که ما از خارج کشور براشون یا نسخه بنویسیم یا دستور بنویسیم یا بهشون بگیم چیکار بکنن. کاری که الان دارن میکنن، در هیچ کشوری که تحت یه رژیم ستمگر و دیکتاتوری بوده هیچ زنی نکرده. عربستان اگر از این آزادی نسبی که به زنان عربستان سعودی دادن، بهشون اجازه رانندگی دادن و اینی که حالا دارن بهشون اجازه میدن که مفتی هم باشن،
و یکی دو تا مورد دیگه، این هم یه دستوری است که از بالا اومده و همین دستورایی که از بالا میاد یا به زور چادر سر میکنن یا به زور چادر از سرشون برمیدارن هرگز راه حل درست و راه حل قطعی برای یک کشور نخواهد بود. در نتیجه من هرچند که خوشحالم که زنان عربستان سعودی دارن رانندگی میکنن، ولی فکر میکنم اگر که این کسی که این الان دستور رو داده پادشاه فعلی، اگر این بره یه اتفاق براش بیفته یکی دیگه بیاد، به راحتی میتونه این دستورا رو برگردونه. در نتیجه خود زنا، خود جامعه باید انقدر آگاه بشه، انقدر نسبت به تساوی حقوق زن و مرد باور داشته باشه که خود جامعه یه قانون درست قابل اجرا برای اینکه زنان هم در حد مردان بتونن زندگی با حرمتی رو داشته باشن بگذرونه. ولی گذروندن یه قانون یا دستور دادن یا فرمان دادن از بالا هیچ وقت کار رو درست نمی‌کنه. به نظر شما، خب مثلا تو آمریکا میگن آمریکا آزادی داره، آزادیه، بعد یه زمانی وقتی صحبتش می‌کنیم که تو آمریکا آزادیه، میگن خب مرد و زن میتونن برن کلاب با هم دیگه، کنسرت راحت بزنن، تو کنسرت ها برقصن، آیا آزادی اینه؟ یا مثلا آزادی، خیلی صحبت از این میکنن که در داخل کشور خانوم ها برن به استادیوم، آیا این کم بوده یک جامعه است یا یک کلاب میتونه یک جامعه رو پرو سر حال و گردن کلفتشون بده؟ نه، یک دونه یا دو مورد که نیستش که. خب آزادی در یک کشوری مجموعه عواملیه که برای زندگی درست و بهتر اون جامعه و برای حرمت شهروندانش، برای آزادی بیانشون، برای آزادی اندیشهشون، برای آزادی پوشششون، برای آزادی رفت آمدشون. و بعدم مثل هر چیز دیگه، آزادی هم یه محدودیتی داره که اگر که تعریفش اینه که من آزادی من تا حدی مجاز هستش که به آزادی تو تجاوز نکنم. اگه در این حد هر کسی خط خودش رو و مرز خودش رو بشناسه و در کنار هم اندیشه دیگری رو هر چند که مخالفش باشه باور داشته باشه و احترام بهش بذاره ولی کار خودش رو بکنه، اون وقت با این مسائل و معضلات که الان وجود داره اصلا مواجه نخواهیم شد. کتاب آقای شعبان جعفری یکی از کتاب‌هایی بود که شما اون رو نوشتید، با اون مدت‌ها وقت گذاشتید و در داخل کشور هم این کتاب وجود داره. حالا نمی‌دونم ادیت شده، دست برده شده توش یا دست برده نشده. 7 ناشر چاپش کردن در سال 2000، یکی دو ناشر دست نبردن توش، فقط چند صفحه‌شو کم کردن، یکی دو ناشر دیگه دست بردن توش، یه ناشر دیگه هم یه مقدمه نوشت که یه مقداری به ما بعد و بیرا گفت اینا رو بی خودی نوشته ولی حال شما بخونید، بعد کتاب رو چاپ کرد. در هر حال مجموعه کتاب‌هایی که در سال 2000 در ایران چاپ شد رکورد فروش کتاب رو در ایران شکست. بسیار عالی. کتاب دیگری در دست هست؟ کاری هست الان؟ والا من یکی دو کتاب در دست نگارش داشتم، ولی به دلیل اینکه خودم خیلی درگیر رسانه‌های اجتماعی هستم و می‌بینم که چقدر کاربرد داره و چقدر کاربران رسانه‌های اجتماعی الان راحت‌تر میتونن از اینا استفاده بکنن، از اینی که به صورت کتاب، به صورت کاغذ، به صورت چاپ در بیارم منصرف شدم. فکر می‌کنم زمان کتاب متأسفانه داره به پایان میرسه و هر اون چیزی که شما پیام دارید، نوشته دارید یا کاری رو که می‌خواید انجام بدید، چاره‌ای نداری جز اینکه روی رسانه‌های اجتماعی بذارید. کیندل چیزا هنوز داره کار می‌کنه؟ بله، برای ایرانیام الان هست. یعنی یکی از کشورهای الان ایران یکی از کشورهاییه که بیش از هر کشور دیگه کتاباشو پی دی اف کرده و روی آنلاین داره. یعنی تعداد کتاب‌های فارسی زبان که روی آنلاین هستن و می‌تونن بخونن تعدادش به قدری زیاده که واقعا من برام بعید میاد که کتاب چاپ شده یه کاغذی انتشارش و یا تیراژش چیز قابل توجهی باشه. بسیار عالی. پس برای اون کارو میتونید انجام بدید دیگه؟ دارم همینجور به طور رایج کاری میکنم. کسی هست که طرف مثلا آرزوشی که من این کار رو انجام بدم، کسی هست که شما دوست داشته باشی و تو لیست شما باشه، تو باکت لیست باشه که من دوست دارم
این کار رو انجام بدم یا در رابطه با این شخص بنویسم؟ حتما هستن دو سه نفر هستن که دوست دارم. خب دیگه اگه بگم که اون وقت خب جزو باکت لیستتون رو با ما تقسیم کنید امشب. نه اینو نمیشه گفت، باید به دلیل، به دو سه دلیل نمیشه گفت. یکی اینکه ممکنه نشه، یکی اینکه ممکنه اگه بگم یکی دیگه به فکرش بیفته بره بکنه کارا. خب بالاخره در کار ما هم رقابت هست دیگه. پس چیزی هست که کسی دیگه نتونه دست ببره سراغش؟ و نمیدونم، بستگی داری که آیا کسی مثل من فکر میکنه که این یه چیز کار جالبیست یا نه. پروژه خاصی در دستت داری؟ دارم پروژه خاصی ندارم، بیشتر کاری که الان دارم میکنم، خب این برنامه رادیویی دارم و برنامه هایی مثل شما که محبت میکنن، دعوت میکنن، میام. یه مقدار زیادی فعالیت در جهت حمایت از هنرمندان خارج از کشور دارم، که هنرمندانی که میان و اینجا در حال کار کردن هستن، حالا از هم از هنرهای تجسمی، هنرهای نوشتنی، همه اینها. بنیاد هنر رو سال هاست که دارم و این برای حمایت از هنرمنده هست که بتونن کارشون انجام بدن. تئاتر کمک کردم روی صحنه رفته، کنسرت گذاشتن، کتاب چاپ کردم براشون، کمک کردم برای این که حداقل مخصوصا جوانایی که از ایران میان به امید این که در اینجا امکانات براشون وجود داشته باشه بتونیم براشون کاری بکنیم. بسیار عالی. خوانندگانی هستن که قرار بیان به آمریکا یا برنامه اجرا کنن که شما باشون حمایتشون کردین؟ بله، هم هنرمندای تئاترن هم خوانندگانی هستن که شناخته شده، یعنی که تازه کار. بچه های جوانم که میان البته بهشون دو حمایتشون میکنم و دوست دارم که اینا موفق بشن. دلم در واقع دلم میخواد که بچه هایی که از ایران میان به امید اینکه اینجا جای بهتری و امکانات بیشتری پیدا بکنن برای که هنرشون نشون بدن، ناامید نشن. و این وظیفه من تنها نیست، وظیفه همه ما هست که اینجا میدونیم که براشون کار کردن در ایران چقدر سخته، در اون محیط چقدر سخته. بیشتریم فعالیت ها یا باند هایی که درست میکنن زیرزمینیه، یا سیدی هاشون اجازه چاپ پیدا نمیکنه، اجازه انتشار پیدا نمیکنه. بسیار از هنرمندان تئاتر کارشون نمیتونن رو صحنه ببرن، نویسنده ها همینجور کتابشون چاپ نمیشه. در نتیجه کاری که ما در خارج از کشور میتونیم بکنیم اینه که اون کمبودی رو که اونا احساس میکنن اینجا ما جبران بکنیم. بسیار عالی. استاندارد لس آنجلس، این صحبتی که همیشه بوده که موسیقی لس آنجلس، نمایش های لس آنجلس، لس آنجلسی، بعد هنرمندان لس آنجلسی، امروز شما این و مردم لس آنجلسی، خیلی ها که اصلا به ماها این ایرادا رو میگرفتن و لس آنجلسی میگفتن، الان خودشون لس آنجلسی شدن. طی این چند ساله ایرانی های زیادی وارد لس آنجلس شدن. شما در رابطه به مسئله چی فکر کنید؟ والا من فکر میکنم لس آنجلس، مردم لس آنجلس، ایرانی های لس آنجلس بسیار مهربانن، به هنرمندانشون بسیار لطف دارن. سالونی رو نیست که کسی بیاد اینجا برنامه اجرا کنه پر نکنن، هم از کنسرت، از تئاتر، از موسیقی، هر چی، از نمای فیلم که میارن، جلسه های سخنرانی که دارن، کتاب که میارن امضا بکنن، هر کار هنری که در شهر لس آنجلس میاد روی صحنه، واقعا در نهایت لطف، برای اینکه دوست دارن و جمعی هستیم ما ایرانی اینجا که هنر رو دوست داریم، سالوناشون رو میریم پر میکنیم، میشینیم. کار خوب هست، کار متوسط هست، کار بد هم هست البته، ولی این اصلا به این اصطلاحی رو که دارن به کار میبرن که این کار لس آنجلسیه، هر کاری اگر که مهر در واقع پذیرش جامعه لس آنجلس رو نداشته باشه در جریه موفق نمیشه. یعنی مرکزی است که از اینجا موسیقی صادر شده. بچه های ایران الان میبینید، بچه های اروپا رو میبینید، جوان های کشورهای مختلف رو میبینید که با آهنگ هایی که تو لس آنجلس درست میشه و پخش میشه دارن هم مهمونی میدن، پارتی میدن، خوششون میاد، لذت میبرن. نوشته های اینجا اونجا میخونن، کتاب های اینجا رو بچه های داخل ایران میخونن. در نتیجه من فکر میکنم نهایت کم لطفیه به لس آنجلس
که این لغت لس آنجلسی رو به عنوان یه چیز مبتذل بخوان به کار ببرن. هیچ همچین چیزی نیست و بهترین کارها از اینجا در اومده. مثل هر کار دیگه، مثل هر هنر خلاقه دیگه در امریکا، در فرانسه، در ایتالیا، در لندن، هر جا. در لندن هم همه تئاترها درجه یک نیست. تئاتر خوب دارن، تئاتر متوسط دارن، تئاتر بدم دارن. بنابراین مجموعه آنچه که در لس آنجلس داره ارائه میشه به ایرانیان سراسر جهان، باید قبول بکنن که تا اینجا شروع نشه، تا اینجا قوام پیدا نکنه، به جای دیگه برده نخواهد شد. من خوشحالم که این صحبت رو با هم داریم میکنیم، به خاطر اینکه خیلی ها این مشکل رو، یعنی این جبهه رو دارن، این سطح هست و داریم میبینیم حتی هنرمندانی که از ایران میان، موفق ترین شهری که میتونن توش برنامه داشته باشن و باز دوباره جواب بگیرن لس آنجلس هست. کارهایی که در ایجاد میاد لیول های مختلف داره. آیا مردمی که در خارج از کشور هستند مسئله سطحی تر رو دوست دارند تا کار سنگین رو، یا اصلا این کلن مال همه ما ایرانی ها هست؟ اصلا مال همه جهانه. اصولا یک کار روشنفکرانی، یک کار سنگین، یک کار مکابر، یک تئاتر یه مقداری احتیاج به اندیشه و فکر داره، در هیچ زبانی یا در هیچ کشوری خواهان عامه و عمومی نداره. این مسلمه. کمدی همیشه طرفدار بیشتر داره. مردم کار میکنن، از صبح رفتن سر کار، اومدن نمیدونم مسئله زندگیشون رو دارن، خرجشون رو در بیارن، بچه هست، بردن بچه به مدرسه هست، مشکلات خانوادگی دارن. بعد که به شب میرسن که میخوان تفریح کنن، خب یه دلشون میخواد برن بخندن فقط و میخوان یه جایی که میرن یا موسیقی بشنون، لذت ببرن، یا یه تئاتر کمدی ببینن. ولی یه گروهی هم هستن که همیشه دنبال یه کار جدی هن، یه کار با اندیشه هستن و این به نظر من تفاوت زیادی بین جامعه ایرانی و غیر ایرانی نداره. در همین لس آنجلس هم شما مراکزی که اپرا میذارن یا مراکزی که تئاتر میذارن، تعدادشون رو به نسبت برنامه‌های هالیوودی با هم دیگه مقایسه بکنید دیگه. در اروپا هم به همچنین، البته شدت و ضعف داره، ولی به نظر من همیشه کار خوب و کار قابل ارائه در بین ایرانیان خارج از کشور مورد استقبال. آقای بهرام بیضایی الان دارن کار تهیه میکنن در شمال کالیفرنیا، برنامه روی صحنه میبرن، یکی از جدیترین و اندیشمندترین کارگردانان و نویسندگان هستن و هر بار برنامهشون رو صحنه میره سالنشون پره. درسته. پس دیگه چه کار باید بکنن که نشون بدن که خواهان کار جدی هم هستن مردم در اینجا؟ شما یه روشن فکر هستی، همه ماها به این مسئله باور داریم و از اینکه به هر صورت خب مذهب جای خودشو داره در جامعه ما و ایرانی بودن ما جای خودشو داره. یه مسئله این وسط وجود داره که من دوستم نظر شما رو بدونم و اینکه یک پندی برای خانواده ها، برای پدر مادر ها. در میون تینیجرهای ما امروز در خارج از کشور به خصوص و در لس آنجلس، باز دوباره به خصوص به خاطر که در لس آنجلس جامعه یهودی خیلی بیشتره، ایرانی یهودی، ایرانی ارامنه زیاد هستن، ایرانیان و مسلمان و بهایی و زرتشتی، این چند دستگی به خصوص در دبیرستان‌های ما به وجود اومده که بین دین هستیم مسئله و حتی می‌بینیم بچه‌ها خالکوبی‌های مذهبی روی دستاشون یا روی پشتشون دارن. خانواده‌ها باید چجوری با اینها روبرو بشن و این مسئله مذهبی رو باید چیکار کرد که یک ایرانی اول ایرانی، بعد ایرانی، بعد یهودیه، یا ایرانی بعد مسلمانه و این جنگ مذهبی بین این بچه‌ها از بین بره؟ والا اگه در خانواده تربیت بشن که انسان‌ها رو، نه اینی که در موردشون میپذیرن انسان‌ها رو به خاطر اینکه متفاوت هستن، یا نه اینی که تساهل دارن و مدارا میکنن به خاطر اینکه یه نوع دیگه‌ن، یه جنس دیگه‌ن، یه باور دیگه دارن، ولی به عنوان اینکه همه انسان‌ها انسانن، هر کسی هر چی که می‌خواد، رنگش، نژادش، جنسش، مذهبش، اصلا نباید انگ اون باشه، نباید ببینه که طرف من مسلمانم تو یهودی هستی. این رو متأسفانه
اثر انقلاب اسلامی ایران در سراسر جهان، من اینو به جرئت میگم، در سراسر جهان این شده که انسانها رو نسبت به مذهبشون آگاه کرده و نسبت به مذهب دیگری آگاه کرده. من هرگز در ایران در کاری 15 سال کار روزنامه‌نگاری میکردم، رادیو تلویزیون بودم قبل از انقلاب، هرگز هیچ کس از من نپرسید مذهب چیه. اینجا هر بار من مصاحبه میکنم، شما هم که استثنا نیستید، هر بار مصاحبه میکنم مسئله مذهب پیش میاد. ما خودمون رسانه ها مقصریم. منی که شما رو به عنوان مسلمان میبینم، شما منو به عنوان غیر مسلمان میبینید، ما مشکل داریم. من شما رو علیرضا امیر قاسمی میشناسم بدون اینکه بگم اول اینید یا اول اون. هر تعلقی که ما داریم، هم از مذهبمون، از کشورمون، از باورمون، همش با هم اول و دوم نداره. اول ایرانی هستی، اول یهودی. من با یه مقداری ویژگی که یا ارث بردم یا ژنتیکه، زنم، مذهبم از پدر مادرم ارث بردم، در کشوری زاده شدم که ایرانی هم، هر ستاشو با هم دارم، هیچ کدومش اول نیست، دومونش دوم. همینی که هستم، باورم کنید که این خیلی خوبه، به خاطر اینکه پدر مادرها هم توی شما گفتید نقش مؤثری دارن که به بچه هاشون اینو یاد بدن و متوجه بشن که امروز در قرن 21 این مسئله فراموش شدنیه. همونطور که سوئدی ها، سوئیسی ها، همونطور که اسکاندیناوی ها، همشون مذهب رو اصلا بهش کار ندارن و برای اون یکی انسان بودن مطرح هستش تا مسئله دیگری. همینو یاد بگیرن، هم یاد بگیرن که دخترام مثل 16 پسرا بچه های یکسانی هستن، کاری که برای پسرا میکنن همونقدر مهمی که برای دخترا بکنن. همین چیزا هست، همین مسائل هستش که در خانواده، در محیطی که بچه پرورش پیدا میکنه، از پدرش، مادرش، مادر بزرگ، پدر بزرگ، اطرافیان یاد میگیره. درسته. بنیادهای مختلفی در لس آنجلس هستش که اکثر اینها که بنیادهای بزرگیان، متاسفانه به هیچ عنوان با رسانه‌های ایرانی که 30 سال در این کشور کار کردن، 40 سال کار کردن و یا اینکه به هر صورت چهره‌های شناخته شده این شهر هستن، هیچ نوع ارتباطی ندارن. ولی سازمان‌هایی هستن که غیر انتفاعی خودشونو معرفی می‌کنن و این مسئله، آیا به نظر شما چه دلیلی میتونه باشه؟ ما رسانه ها کارمونو درست انجام ندید. اوکی. مشکل خود ما هست. اوکی. چرا؟ از این بابت هم من همیشه معذرت خواهی کردم. از همه. نکردیم دیگه. یعنی حرفه‌ای نبودیم، رعایت اخلاق روزنامه‌نگاری رو نداشتیم. اگه تلویزیونیم یا فحاشی میکنیم یا توهین میکنیم یا برای اون یکی پاپوش میدوزیم، اگه رادیو هستیم. اونا که نمیکنن چی؟ خیلی کم دیدم کسی نکنه به طور کلی، متاسفانه. من توی این سالها به جرأت توی 17 سال میتونم بگم که هیچ وقت در تلویزیون تپش فحاشی به هیچ کسی نشده. شما رو میدونم، بخاطر همین من اومدم تو برنامه‌تون. من ولی دوست دارم که به هر صورت به پیشکسوت‌ها و به این شخصیت‌هایی که ما در اینجا داریم بهشون یک ارزشی داده بشه که اگر مثلا حالا بنیادی هست یا گروهی هستن، یک احترامی گذاشته بشه به کسانی که به هر صورت در این شهر، نه من، خیلی من که جوانترین چهره دوران گذشتم، جوانترین پیرها هستم، جوانترین پیرها هستم. آره من جوان یادم، همین جالب بود، درست یادم یه روز اولی که شروع کردم همه از من سنشو بیشتر بود و این خیلی جالبه واسه من. ولی اونهایی که قبل از من شروع کردن، به هیچ عنوان بهشون اون احترامی که باید گذاشته بشه گذاشته نمیشه. والا احترام رو باید خود انسان برای خودش به وجود بیاره. من فکر میکنم اگه به کسی احترام گذاشته نمیشه، چون تشخیص جمعی رو من بهش خیلی احترام میذارم. یه نفر ممکن اشتباه بکنه، یه عده ممکنه برای یه مدت کوتاهی اشتباه بکنن، ولی همه برای همیشه اشتباه نمیکنن. در نتیجه اگر که یه گروهی رو انتخاب کردن به عنوان رسانه‌ای که احترام بهش میذارن، یه شخصی یا فردی رو که محترم میشمارن، حتما حقشه. اگرم نمیشمارن، حتما یه اشکالی تو کارش هست.
فردای لس آنجلس از دید هما سرشار. من با آینده همیشه خیلی خوشبینم، همیشه خوشبینم. یکی از معدود کسانی هستم که فکر میکنم همیشه ماها باید جامون رو خالی کنیم، جوانترها رو بذاریم بیان، بهشون امکان بدیم. به جوانها چه در خارج و چه در داخل ایران بسیار باور دارم. فکر میکنم آینده ما دست این جوانها حتما بهتر از روزگاری است که دست ما بوده. ما این بلا رو سرشون آوردیم، یه جوری باید تلافی بکنیم. اون اینه که باورشون داشته باشیم و اجازه بدیم شکوفا بشن و کارشون انجام بدن. مرسی که دعوت منو قبول کردید. ممنونم از دعوت. همیشه شما بنده رو مورد لطف خودتون قرار میدید. از هم شما هم نجات سرشار عزیز، همسر گرامیتون سپاسگزاری میکنم. ممنونم از و انشالله که همیشه سلامت باشید. خانم آقای هما سرشار. دوستان عزیز، مطمئنن همه شما منتظر این قسمت هستید، چرا که در این قسمت از برنامه همونطور که به تو قول دادیم اجرای هنرمندی رو خواهیم داشت که همه شما دوستش دارید و یکی از محبوب ترین چهره های هنری ماست. او رو القاب مختلفی داره ولی برازنده ترینش یک لقب هست و بس. خانم ها آقایان، ملکه بی‌رقیب صحنه های هنر، شهره.